آقای مرتضوی سلام، وقت شما بخیر. بسیار خوش آمدین به برنامه. نظر شما رو هم در رابطه به همین موضوع می داشته باشیم. کدام مورد هست نظر شما خواهد بود که طالبان تا جای انعطاف نشان دادن و همچنان طرز العمل خوب نشان دادن و به یک توافق رسیدن؟ از نظر شما کدام مورد خواهد بود؟ آقای مرتضوی اگر صدای مرا دارین، نظرتان در رابطه با روند صلح افغانستان می داشته باشیم. اینکه آقای نادری میگه طالبان به اکثر موارد طرز عمل مذاکرات توافق کردند، از نظر شما این اکثر موارد کدام موارد خواهد بود که اینا انعطاف نشان دادن؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام ادب خدمت شما و خدمت بیننده های عزیز برنامه تلویزیون وزین آریانا نیوز. علیکم سلام. یقیناً که ببینیم، یکی از نقطه های عطف را که می توان در تاریخ افغانستان مخصوصا در این سال های پسین در 40 سال اخیر ایران نقطه عطف شمرد، اصل آغاز گفتمان بین الافغانی است و یقیناً که خوب تا یک حد را خوشبینی های هم در ارتباط به هیئت های مذاکره کننده حکومت و طالبان وجود داره که اونا تا یک حد را در بعضی از مسائل، در بعضی از آجنده ها موافقت دارن. دیدگاهشان تقریبا دیدگاه مشترک است که زیاد در بعضی از آجنده ها مخالفت تا به حال را نشان نداده است. اما یک چیزی که وجود داره که یقینا یکی از اصل های دیالوگ یا گفتمانی هست که مشکلات خودش هم می داشته باشه، دیالوگ هایی که از هر دو طرف صورت میگیره اینا متفاوت می باشه، گفتگوها ها، خواسته هایی که از هر دو طرف می باشه، یکی از اصل هاست که تفاوت داره و دیدگاه ها متفاوت می باشه. اما اون چیزی که بسیار مهم هست و اون چیزی که امروز برای مردم افغانستان قابل خوشبینی و امیدواری را برای مردم افغانستان، شهروندان افغانستان ایجاد کرده، او عبارت از این است که انعطاف هم در دیدگاه های دو طرف هیئت مذاکره کننده حکومت و در طرف هیئت طالبان هم وجود دارد. تا به حال را شما ببینید که به شکل بسیار خوبش پیش رفته است، گرچه صحبت ها به شکل مستقیم روی مسائل اساسی تا به حال را که تا به حال آغاز نگردیده، اما انعطاف پذیری هایی که صورت گرفته است در این دو سه روز، این امیدواری مردم افغانستان و خوشبینی مردم افغانستان نسبت به این نشست و نسبت به این گفتمان ایجاد کرده است. اما یک چیزی که وجود داره، خب یقینا که چالش ها میتونه داشته باشه، موانع زیاد میتونه در این مسیر داشته باشه و این موانع اولا یکی که تفاوت دیدگاه ها میتونه باشه در هر لحظه. یعنی آقای مرتضوی، پس این تفاوت دیدگاه ها و مشکلاتی که بین هر دو طرف وجود داره چقدر میتونه که امیر روند و همین نشست گفتگوی بین الافغانی را به بنبست بکشونه؟ خب یقینا ببینید، یک چیزی که وجود داره که هر پیشبینی امکانش هست که در این روند صورت بگیره، حتی خدای نخواسته تا مرحله که این روند به ناکامی بگرایه و فرجام این روند یا این گفتمان نتیجه این نده که خاص مردم افغانستان هست، جامعه جهانی چشم به این روند دوخته است، هر چیزی در هر لحظه امکانش هست. اما ما بیاییم باید پوینت های مثبتی از این را مد نظر داشته باشیم و پوینت های مثبتی از این را فوکس داشته باشیم که او اصل آغاز گفتمان هست. یقینا که 5 سال 10 سال قبل شما ببینید که مردم افغانستان شاهد این روز نبود، حتی تصورش هم مردم افغانستان در رویا و خوابش هم نمیتونستن داشته باشن که یک روز فرا برسه که طالبان و حکومت افغانستان روی یک میز مذاکره بشینن و اینا روی قضایای اصلی، روی مشکلات، روی موانع خودشان صحبت کنند. خواست مردم افغانستان، خواست ما هم من حیث یک شهروند افغانستان از هیئت‌های مذاکره کننده طالبان و حکومت افغانستان این هست که اینا به خاطر منافع مردم افغانستان باید فکر کنند و تمام مسائل، تمام زدوبندها، تمام مشکلاتی که وجود داره، سطح‌های اساسی وجود داره، قضیه جمهوریت، قضیه امارت، مسئله ارزش‌های 18-19 ساله‌ای که در افغانستان فصل پس از طالبانی در افغانستان ایجاد شده است، حمایت جامعه جهانی، مسئله حمایت از حقوق اقلیت‌ها، آزادی بیان،
اینا میتونه که هر کدام اینها یک آجندا باشه و روی هر کدام اینها صحبت‌های صورت بگیره و صحبت‌های بسیار طولانی مدت هم ممکن هست که صورت بگیره و ممکن است که بعضی از این بحث‌ها حتی به چالش هم بگراید. اما خواست مردم افغانستان از هیئت‌های مذاکره کننده، کسایی که مخصوصاً گردانندگی این روند را در دوحه قطر دارند، این هست که اینا به فکر منافع مردم افغانستان باشند. مردم افغانستان از حد تجاوز، خستگی 40 سال جنگ و دربدری مخصوصاً 20 سال حس کردن و مردم افغانستان چشم امید دوختن به این رونده که اینا بتوانند به یک نتیجه برسند و با توجه داشتن به قضایای دیگه که میتونه این روند سپوتاش کنه، تحت شعا قرار بده. قضیه ابعاد داخلی هست، کسانی هم هست که هم در طرف حکومت متاسفانه هم در طرف طالبا که اونا منافع فردی، منافع حزبی خودشان در گرو کشمکش ها فضای تنش‌آلود جنگ و دربدری دریافت کردن و میبینند. اینا میتونه یکی از موانع باشه که این روند سپوتاش کنه. در کنار از او ابعاد خارجی هم داره. بعض از کشورها هستن متاسفانه که تا به حال هم مشکلات زیاد با افغانستان، با حکومت افغانستان و حتی با مردم افغانستان دارن و اونا تا به حال را هم به این دیدگاه هستن که منافع اون کشورهایی که دیدگاه منفی دارن نسبت به روند صلح در افغانستان، منافع اونها را به این فکر هستند که جنگ و دربدری که در 19 سال تامین کرده است من بعدم ادامه میده منافع اونها را. درست. آقای مرتضی، با توجه به همین حرف شما، آقای خلیزاد هم اشارات در این مورد داشتن، میگن که کسایی هستند در افغانستان و همچنان کشورهای منطقه که نمیخواین صلح در افغانستان بیاید. هدفشان از نظام کنونی افغانستان هست، یعنی کسانی هستند که در نظام حرکاتی وجود داره که نمیخواد صلح در افغانستان بیایه و همچنان در کشورهای منطقه. نظر شما در رابطه به حرفای آقای خلیزاد چی است؟ قضیه جنگ افغانستان اگر یک فوکس سر صورت بگیره، ابعاد خارجی و داخلی داشته، آمدن صلح، قضایای صلح در افغانستان هم به همین شکل مانند قضیه جنگ میمانه که ابعاد خارجی داره و ابعاد داخلی داره. یقینا ابعاد داخلی شما اشاره کردم که بعضی از حلقات هستند، بعضی از حلقات مفقوده هستند، هم در طرف حکومت هست و هم در طرف طالبا هستند که اونا میخواهند این روند سبوتاش شود، این روند تحت شعا قرار بگیره و این روند به نتیجه نرسد. یعنی آقای مرتضوی، نامدن سال در افغانستان، جنجال و مشکلاتی که در افغانستان وجود داشته باشه، چی سود بر همین حلقات؟ ببینین که یک بود جنگ که در افغانستان جنگ بسیار گرم ساخته است، مسائل اکونومیک است، مسائل اقتصادی هست. عده کسانی که مثلا ابعاد داخلیش اگر واقعی قرار بگیره که اونا یعنی نمیخواین این روند منتج به یک نتیجه مثبت و مطلوب و آمدن یک آتش بس و در نهایت هم آمدن یک صلح مثبت و باثبات و پایدار شود، اونا در بود اقتصادیش فکر میکنن. ببینین که جنگ در افغانستان بود اقتصادی هم داشته. بسیاری از کسایی هستند در هر دو طرف درگیری در این 19-18 سالی که اونا از ابعاد جنگ، از جنگ های گسترده، از این فضای تنش‌آلودی که در افغانستان وجود داشته است، اونا توانستن که امروز بیزنسمن هایی باشند، اونا توانستن که امروز اقتصاد بسیار پویا و خودکفایی داشته باشند. شما ببینید یک مسئله بسیار اساسی که وجود دارد. پس آقای مرتضی، یعنی از نظر شما در صورتی که آقای خلیزاد بارها تویت کرده گفته که افرادی وجود دارن که نمیخواین صلح در افغانستان بیایه و شما هم یادآوری کردین در حلقاتی هستن در نظام، هم از طرف حکومت و هم از طرف سیاسیون، از نظر شما چرا این افراد مرفی نمیشن؟ آقای خلیزاد چرا گنگ حرف میزنن و همچنان مشخص نمیکنن کشورهای منطقه را و همچنان حلقاتی که در داخل افغانستان حضور دارن؟ چرا می افراد مرفی نمیکنن؟ از چی ترس دارن؟ از چی بیم دارن؟ خب ببینن، اولا که بحث ایالات متحده آمریکا، ایالات متحده آمریکا در امروز شنبه در مراسم افتتاحیه که در بین هیئت‌های مذاکره کننده مراسم افتتاحیه بود، در اونجا هم شما ببینین که اون چیزی که خاص مردم افغانستان بود، صریحا وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا متاسفانه بیان نکرد. شما ببینید حال رم دیروز پریروزی که آقای خلیزاد صحبت‌های از طریق رسانه ها داشتن، اونا به صراحت تاکید بر ارتباط آتش بس و خاص ایالات متحده آمریکا در آتش بس فوری
از آدرس طالبان نبودن. اونا گفتن که باید صحبت ها صورت بگیره و تا اینی که یک فضای اعتماد ایجاد شود، تا اینی که بتوانند بعضا از بنبست ها خاتمه پیدا کنه و در نهایت تعمر آتش بس صورت بگیره. اما اون چیزی که مردم افغانستان انتظارش داره از این روان، از این حیات ها، هم از حکومت هم از طالبان، بلا شرط بدون از بین بردن زمان و وقت باید آتش بس صورت بگیره. خب یک چیزی که است، ایالات متحده آمریکا اصل فلسفه وجودی صحبتایی را که آغاز کردن با طالبان در راستای تامین منافع خود آمریکایی ها بودن و در کنار از او است که این فاز دومی که حکومت با طالبان هم وارد مذاکره و گفتگو شدن، شما بین فلسفه وجودی از دید تشکیل میتونم صحبت های ایالات متحده آمریکا در مرحله و فاز اول. بنابراین ایالات متحده آمریکا به یک شکل در اینمی قضیه وارد شده، کشدار و مریض با کش و قوس ها وارد قضایا شده است. در روز شنبه اون چیزی که باید به صراحت بیان میکرد و او را میخواست از طالبان، از حکومت افغانستان، وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا آقای پومپیو که قضیه آتش بس بود، او را به صراحت بیان نکردند. بنابراین در اینجا به یک شکل دوگانه رفتار ایالات متحده آمریکا در این قضایا فهمیده میشه. از اون جمله که شما اشاره کردین که چرا ایالات متحده آمریکا عناصر داخلی که اونا میخواین سپوتاش کنن روند صلح و گفتمان بین الافغانی را معرفی نمیکنن و کشورهای خارجی، کشورهای منطقه و فرامنطقه، حتی ابرقدرت‌هایی که با توجه داشتن به منافع خودشان در جغرافیای افغانستان از دیدگاه ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک که اونا منافع خودشان را بعض از کشورها در جنگ و تنش در افغانستان میبینن، او را هم بیان نکردن. ببینید، به خاطر که ایالات متحده آمریکا در این مقطع زمان منافع خودش فکر میکنه. این یک بحث است. بحث دیگه که از تال در قضیه صلح، روند صلح اجماع نسبی ایجاد شده است، اون اجماعی که لازم هست، نیاز هست تا به حال در روند صلح در کشورهای منطقه و فرامنطقه در قضیه افغانستان وجود پیدا نکرده. بنابراین بعضی از عناصر داخلی که هستند، اینا وابستگی های شدید را با کشورهای منطقوی دارند. شما ببینید جنگ هایی که در 19 سال در افغانستان ادامه داشت، این جنگ ها را می توان یک بود اساسیش جنگ های نیابتی استخباراتی بود. قضایای صلح و گفتمانی هم که در افغانستان صورت گرفته است تقریبا به همین شکل هست که او هم ابعاد خارجی خودش می تواند داشته باشد. افشا کردن عناصر داخلی یک کار بسیار مشکل است در این مقطع زمان بر ایالات متحده آمریکا با اون سیاست های دوگانه و سیگانه که ایالات متحده آمریکا در قبال افغانستان و طالبان و حکومت افغانستان و پاکستان داشته است. پس بیشتر منافع خود را در نظر می گیرند کشور آمریکا. چراغ سبز هر کشور منافع خود کشورش است. ایالات متحده آمریکا هم از این قاعده بیرون استثنا نیستند. درست. آقای مرتضوی، هیئت های مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان در چهارمین روز هم موفق به آغاز رسمی مذاکرات نشدند. دلیل تاخیر در چی میبینه؟ ببینن که جنگ در افغانستان حداقلش که در این فصل جدید مورد نظر بگیریم 20 سال 19 سال است که ادامه دارد. آمدن صلح، رسیدن به یک نتیجه مثبتی که ایدئال مردم افغانستان هم شده است، این هم یک کار ساده نیست. زمان میبره. بعضی از قضایا، نه در مجموع، بعضی از قضایا است که زمان فیصله میکنه، نیاز به وقت زمان داره. قضیه صلح، آغاز گفتمان، رسیدن به نقاط مشترک و از بین بردن یا ساکت ماندن در قضایایی که اختلافی هست، این هم نیاز به زمان دارد، نیاز به مدیریت دارد، نیاز به انعطاف پذیری طرفین دارد. بحث آغاز گفتمان هم یک کار بسیار مشکل است. بسیاری از مسائل و قضایا هست تا به حال را بر مردم افغانستان نامعلوم و مبهم مانده است. ابعاد اونها روشن نشده است. قضیه تعارض مثلا جمهوریت با امارت، این یک بحث بسیار اساسی است. زمان میبرد تا اینکه هر طرف انعطاف نرمی نشان بده، به یک نقطه مشترک، یک راه سوم برسن، یک راه اعتدالی را پیدا کنن، این زمان میبره. قضیه خواست طالبا از حکومت افغانستان دقیقا یک خواست است که مقابل خواست دیگه حکومت افغانستان از حکومت موقت. اگر اینا به توافق برسن، آیا وقتی که بحث از حکومت موقت میشه، طرف هیئت مذاکره کننده از آدرس جمهوری اسلامی افغانستان ای را به آسانی نمیپذیره؟ این یک بحث اساسی است.
یک قانون اساسی یک بر اساسی است. اینا بحث های هستند که زمان میبره. ما یک چیز را میخوایم گزارا اشاره کنم، این بارت است که یک نیم سال صحبت های آمریکا با طالبا ادامه پیدا کرد روی یک آجندا بود. آجنداش خروج نیروهای ایالات متحده از افغانستان بود که طالبا خواست سریع و آشکارشان همی بود. آجندای اساسی طالبا، هیئت مذاکره کننده سیاسی طالبا در دوحه قطر با زلمه خلیلزاد، خروج بدون قید و شرط نیروهای آمریکا و اتلانتیک شمالی از افغانستان بود. شما ببینید یک نیم سال ادامه پیدا کرد. اما آجندای افغانستان که یک آجندانه، چندین آجنداست. یقینا شما وقتی که قیاس کنین که یک آجندایی که طالبان داشت خروج نیروهای آمریکا از افغانستان یک نیم سال ادامه پیدا کرد، قضایایی که طالبان با حکومت افغانستان، حکومت افغانستان خواسته هایی را که از طالبان دارن، چندین ابعاد، چندین آجندا دارن. یقینا که این مشکلات خودش داره، پیچیدگی های خودش داره، اما خوشبین هستیم، امیدوار هستیم ان شاء الله از بارگاه خداوند متعال که بتوانه هیئت ها در مجموع طالبان و حکومت افغانستان به یک راه حل برسه که نقطه پایانی گذاشته شود به این جنگ های خانمان سوز 40 ساله، مخصوصا در این جنگ های 20 ساله. درست. آقای مرتضوی، با توجه به حرفای شما هم گزارش های وجود داره، امریکا گفته که تا بهار سال آینده میلادی تمامی سربازانش را از افغانستان بیرون میکنه، این حرفا چقدر میتونه که جامعه عمل بپوشانه؟ خب ببینن، ایالات متحده آمریکا اینا به این باور هستن که نیروهای خودشان را کاهش بتن، و اما بعضی اشعارهایی را که میتن، قضایای شعار ایالات متحده آمریکا با عملش همیش در قضایای افغانستان، حتی در قضایای همسایه افغانستان متفاوت بوده است. پالیسی را که دونالد ترامپ سه سال قبل نسبت به قضایای پاکستان ریدیست گرفته بود، شما ببینید که فقط روی اوراق باقی ماند. اونمو جنبه شعاری داشت، هیچ وقت متاسفانه جنبه عملی پیدا نکرد. در این قضیه خروج نیروهای ایالات متحده آمریکا را که دونالد ترامپ در این دو سه روز تاکیدات زیاد کرد که ما تا سال آینده تمام نیروهای خود ما را از افغانستان خارج میکنیم، تا یک ماه آینده را نیروهای خود ما را کاهش میدیم به 4600 نفر نیروهای نظامی در جغرافیای افغانستان. خب این یک چیزی است که تا یک حد جنبش شعاری داره، با توجه داشتن به قضای نزدیک شدن انتخابات سال 2020 جمهوری ایالات متحده آمریکا، اونا میخواهند که این قضیه را تا یک حد را برجسته بسازن، تا اینکه بتونه افکار مردم و شهروندان ایالات متحده آمریکا، حتی سیاستمداران ایالات متحده آمریکا را نسبت به دونالد ترامپ، حلقه‌ای که در اطراف دونالد ترامپ هستن، تغییر بده و اینا بتوانند که اون شعارهایی را که در اوایل انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ داده بود که ما نیروهای خود ما را از افغانستان خارج میکنیم یا کاهش میدیم، هزینه های جنگی هم طبیعتاً کاهش پیدا میکنه، تقلیل پیدا میکنه، میخواهد که یک کارت امتیاز برنده را از آغاز این گفتمان، از خروج نیروهای ایالات متحده آمریکا از افغانستان در جنبه شعاریش از این استفاده کنه. شما ببینید که جنگ ایالات متحده آمریکا در افغانستان طولانی ترین جنگ در تاریخ ایالات متحده آمریکا است. 18-19 سال یک جنگ نامعلوم به نتیجه که هر روز هزینه های جانی و مالی را از ایالات متحده آمریکا مانند شهروندان افغانستان گرفته است، و در عین حال ایالات متحده آمریکا با اون اهدافی که میخواست برسم نرسیده. متاسفانه قضایا برعکس شده، هژمونی ایالات متحده آمریکا، پرستیژ ایالات متحده آمریکا در کشورهای منطقه و فرامنطقه تحت شعاع قرار میگیرد. درست. آقای مرتضوی، پالیسی یا نقش کشورهای منطقه را به خاطر آمدن صلح در افغانستان چگونه ارزیابی میکنین؟ آیا کشورهای منطقه به خاطر از اینکه صلح در افغانستان بیاید و همین گفتگوهای صلح به یک نتیجه برسه، به یک اجماع رسیدن؟ اجماع با اجماع 100%، اجماع به معنای واقعی کلمه را تا به حال را ما در قضایای صلح افغانستان نه اجماع بین المللی را توانستیم، نه اجماع منطقوی را توانستیم پیدا کنیم، حتی اجماع ملی را هم به اون معنای واقعی نتوانستیم تا حال را پیدا کنیم. بر اساس فراز و نشیب ها، کش و قوس هایی که وجود دارد، بر اساس تاثیرگذاری کشورهای منطقه و فرامنطقه که روی این اجماع سایه افکنده است. اما قضیه بسیار قضیه مهمی را که ما می توانیم در این روند بیان کنیم که منتج شود این روند به یک نتیجه مثبت و
فرایند این صحبت ها و این گفتمانی که حال هرچی مدت برای منتج به یک نتیجه مطلوب آمدن یک صلح مثبت شود. منظور از صلح مثبت است که تمام ارزش ها در درون اون صلح مثبت گنجانده شود، تمام مسائل مد نظر گرفته شود، صلح باثبات و پایدار بحث ما هست با او برسه. او سه تا قضیه اساسی یا مقدمه اساسی رو نیاز داره. یکی اجماع ملی هست به معنای واقعی کلمه، هم حکومت، اپوزیسیون، تمام تشکلات، جریانات سیاسی، تمام احزاب و توده ها و اکثریت خاموش باید که یک اجماعی به معنای واقعی را داشته باشه. اجماع دوم اجماع کشورهای منطقه است، کشورهای همسایه است. این یک مسئله بسیار مهم اساسی است که میتونه این روند را منتج به نتیجه مثبت کنه و این روند شکست نخوره و خدای نخواسته سپوتاج نشه. و اجماع سوم اجماع فرا منطقوی، اجماع بین المللی، اجماع کشورهای ابرقدرت است که اونا هم در این قضیه یک دیدگاه درست را نسبت به آمدن صلح در افغانستان داشته باشند و صلح در افغانستان و صلح در تمام کشورهای آسیا و در تمام جهان داشته باشند. منافع صلح در اولویت قرار بدن نسبت به منافع جنگ هایی که در 40 سال و 20 سال در افغانستان ادامه داشته است. اما کشورهای همسایه نقش بسیار اساسی را میتواند داشته باشد. متاسفانه تا به حال هم اجماعی که نیاز امروزی این روند با مردم افغانستان است ایجاد نشده. شما ببینید که هندوستان در این مقطع زمان در این قضیه و در این روند اون دیدگاهی که باید داشته باشد در قضیه روند و حمایه اساسی را از این روند صلح داشته باشد ندارد، چون اونا خوف و حراس دارند که اگر این روند منتج به یک نتیجه شود و بتوانه که افغانستان شاهد حتی یک صلح نسبی یا یک صلح منفی هم باشه، در اینجا روابط حکومت مردان، سیاست مداران، توده ها، اکثریت خاموش مردم افغانستان با پاکستان بیشتر و محکمتر میشه و اونا دیدگاه هندوستانی هایی هستند که باز وقتی که روابط حکومت افغانستان با پاکستان صمیمیتر و بهترتر شود، شاید منافع هندوستان در جغرافیای افغانستان تحت شعاع قرار بگیره یا آسیب پذیر باشد. درست. آقای مرتضوی، آنچه که شما یادآوری کردین، اجماع ملی، اجماع کشورهای همسایه و همچنان فرامنطقوی، نظرتان در رابطه به اجماع ملی چه هست؟ آیا اجماع ملی در داخل کشور صورت گرفته؟ خب ببینید که نسبت به گذشته ها، حتی نسبت به 5 ماه 6 ماه قبل، سالهای قبل، یک اجماع نسبی تا یک حد را پیدا شده است، تا یک حد را چالش هایی که در مسیر اجماع ملی ایجاد شده بود اینا فروکش کرده و این یک فرصت است و این قابل خوشبینی است، تا یک حد را اجماع پیدا شده. اما بازم من تاکید میکنم حرفای قبلی خود ما را که اجماع به معنای واقعی که در بین تمام جریانات سیاسی و تشکلات باشه، متاسفانه تا به حال را هم در فضای افغانستان نسبت به این روند ایجاد نشده است. و خاطر که شما در همین هیئت هم که میبینین، ببینین که این هیئت هر کدامشان دیدگاه خاص خودشان را دارد. خب تا به حال را شما ببینین که یک نماینده یا یک سخنگوی از هیئت حکومت افغانستان نیست، گرچه آقای نادری است، اما با کمال تأثیر وقتی که آقای نادری سخنگوی هیئت مذاکره کننده صلح هسته، اینا باید که دیگران رو نگذارن که اونا باز هر کدامشان نظریات خودشان داشته باشن و هر کدام اگر نظریات خودشان داشته باشن، یقینا که میتونه دیدگاه ها را متفاوت بسازه. این حرف ما ای است که اجماعی به معنای واقعی کلمه که نیاز مبرم و شدید مردم افغانستان هست در بین سیاست مداران، چی اپوزیسیون هستن، چی در داخل ساختار حکومت هستن، چی جریانات جامعه مدنی و امثال اینها هستن، تا به حال را متاسفانه ایجاد نشده است. درست. آقای مرتضوی، در اخیر اگر نظرتان را داشته باشیم در رابطه به همین پروسه و همین روند، چقدر خوشبین هستین و چقدر ما به صلح نزدیک هستیم؟ خب مشکل است که بگویم ما آیا میتونیم برسیم با اون چیزی که نیاز هست و آمدن صلح هست. چالش های بسیار زیاد وجود داره، ابعاد داخلی و خارجی در مقابل این روند وجود داره، اما امیدوار هستیم و خواهش و تقاضای مردم افغانستان، ما هم من حیث یک شهروند مدنی افغانستان، از جامعه جهانی،
از پارتنرهای اساسی حکومت افغانستان، از تحریک اسلامی طالبا، از حکومت افغانستان، از سیاستمداران افغانستان این هست که اینها منافع مردم افغانستان را مد نظر بگیرند، انعطافات و نرمی های خودشان نسبت به این روند نشان بدهند و با اون وجوه مشترکی که منافع مردم افغانستان درست. تشکر، سلامت باشین آقای مرتضوی.